مانورهای نظامی روسیه و استقرار نیروهای نظامی روسیه در سرحد با اوکراین موضوعات مورد مذاکرات روسیه و آمریکا در ژنو خواهد بود که میان وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه بحث خواهد گردید مسکو خواسته های گسترده یا جمله کاهش حضور ناتو در شرق اروپا و عدم پذیرش اوکراین به عنوان عضوی آن اطلاف را مطرح کرده است. خواسته هایی که برای ایالات متحده و اروپا غیر قابل قبول است. این مطمئنا بخش از پروسیجر است راه فرست از خواسته های کاملا غیر مشروع و سپس ادعای عدم مشارکت طرف مقابل و سپس استفاده از آن به نوع به عنوان توجیه برای اقدام تهاجمی اما واقعیت این است که روسیه به خوبی می داند که چه چی چیز غیر است اما زمینه های نیز وجود دارد موضوعات نیز وجود دارد مسائل نیز وجود دارد که می توانیم در آن مشارکت کنیم می توانیم گفتگو کنیم می توانیم ببینیم که آیا می توانیم امنیت کلی همه را بهبود ببخشیم روسیه میگوید برای حمله به اوکراین همسایه سابق شوروی خود آمادگی نمیگیرد بلکه اصرار دارد که گسترش ناتو تهدید برای امنیت آن است در دهه 90 به ما گفته شد نه یک انچ به طرف شرق و چی شد ما یقینا که فریب خوردیم دور اول گفتگوها احتمالاً بیشتر بیانگر نارضایتی های همدیگر خواهد بود و به ایدز در مورد اوکراین اطمینان حاصل شود وقت صحبت از اوکراین می شود فکر نمی کنم کسی دقیقا بداند که رئیس جمهور پوتین چی چیز در ذهن دارد من فکر می کنم اداره بایدن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نه تنها متحدان را برای همان کردن سیاست ها جمع کند بلکه به روسیه نشان دهد که قصد دارد تحریم های بسیار سختتر را بیش از آنچه در گذشته انجام داده ایم اعمال کند در حالی که پوتین تلاش می کند تمرکز خود را بر اوکراین حفظ کند تظاهرات ضد دولتی در قزاقستان یکی دیگر از همسایگان روسیه دهها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است در پاسخ به درخواست رئیس جمهور قزاقستان مسکو نیروها را برای کمک به سرکوب ناآرامی ها اعزام کرده است وزیر خارجه بلینکن به صدای آمریکا گفت که مشخص نیست چرا تکایف از مسکو کمک خواست قصر سفید گزارش های مبنی بر ایجاد گزینه های برای خروج نیروهای آمریکایی از شرق اروپا قبل از مذاکرات را رد کرده است به تعقیب اجلاس ژنو ناتو و شورای روسیه در دوازدهم جنوری در بروکسل ملاقات خواهند کرد و مذاکرات در قالب گسترده تره که شامل ایالات متحده، ناتو، روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق است در 13 جنوری در وینا ادامه خواهد یافت. رویا زمانی تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن